مفهوم بعدی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم مفهوم ماونت پوینت هست. همونطور که میدونین فایل سیستم لینوکس بر اساس استاندارد FHS یک ساختار سلسله مراتبی تک ریشه‌ای هستش که از فضای آدرس دهی اسلش شروع میشه. ما از طریق مفهومی به اسم ماونت پوینت میتونیم بیایم شاخه‌های مختلفی از این فضای سلسله مراتبی تک ریشه‌ای رو تخصیصش بدیم به دیوایس های مختلف. مثلا این فضا رو توزیعش بکنیم بین مثلا استوریج دیوایس های مختلف یا حتی مثلا کامپیوتر های مختلف. فرضاً من میتونم با یه سری ابزار، یه سری سرویس ها مثلا فرض بکنید NFS بیام مثلا یه شاخه ای از این فضای FHS رو بگیرم و به یه کامپیوتر دیگه مثلا اختصاص بدم. مثلا اگر بیام روی شاخه مثلا /SRV/ مثلا سرور 1 توی این فضا قرار بگیرم یا فایلی رو بخوام اونجا بسازم یا بخوام لیست فایل ها رو بگیرم، عملا من متصل بشم به یه سروری مثلا به اسم سرور 1، حالا میتونه این اسم باشه یا هر اسم دیگه ای، بتونم به فضای فایل سیستم اون دسترسی داشته باشم. به این مفهوم ماونت پوینت گفته میشه. خب ما به لینوکسمون برمیگردیم. برای اینکه لیست ماونت پوینت هایی که توی سیستم عاملمون رو داریم میتونیم از آپشن از کامند ماونت آپشن -l استفاده بکنیم که بتونیم لیست این ماونتینگ ها رو ببینیم، که همینطوری که نگاهی بهش بندازیم میبینیم یه خب لیست طولانی هست. مثلا اینجا میبینیم که فضای /sys ما با یه فایل سیستمی به اسم مثلا sysfs ماونت شده، که عملا ما وقتی به فضای /sys مراجعه میکنیم میتونیم درایور هایی که برای لینوکسمون وجود داره و نصب شده رو ببینیم. مثلا اینجا ll بزنم، خب میبینیم اینجا کتگوری های مختلفی دارم، مثلا blood, boss, class, device, firmware، چیزهای مختلف که هر کدومشون مثلا درایور های مرتبط به خودشون اونجا مثلا قرار داره. خب مثلا به سید کرنل که بیام میبینیم که باز به همین صورت مثلا memory management که باز اونجا هم یه سری فایل هایی وجود داره. مثلا حالا با تری گرفتم میتونم فایل هایی که توی این زیر شاخه وجود داره و حالا عمدتا سه فایل های حالا درایوری هستن یا فایل های مثلا تنظیمات مرتبط با این درایور ها هستن رو اینجا داشته باشم. داره کامند /mount/l رو میزنم، یا مثلا شاخه /proc که میبینیم که با مثلا فایل سیستم خود proc اونجا قرار گرفته، حالا با آپشن هایی که جلوش داخل پرانتز نمایش داده شده، یا مثلا همین /ی که ما هستیم ازش استفاده میکنیم. میبینیم که خود فضای اسلش فرضاً روی دیوایس دیو SDA 3 قرار داره، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، با فایل سیستم XFS با همین فرمتی با آپشن هایی که جلوش قرار گرفته. یا مثلا فرض بکنید که شاخه اسلش بوت ما خودش مان شده روی یه پارتیشن خاصی که اون هم مثلا با فایل سیستم XFS فرمت شده. خب اینجا همینطور که میبینین شاخه های مختلفی توی فضای لینوکسمون هستش که مان شدن و هر کدومشون برای کاری هستن. حالا حتما معنی اینها این نیستش که حتما این فضاها توی فضای استوریج ما هستن و یه جاییه که اطلاعات اونجا ذخیره شده و داره نمایش داده میشه. بعضی از اینها اصلا داخل فضای دیسک نیستن، توی فضای رم هستن. مثلا فرض بکن همون sysfs که میبینین که همون درایور ها هستن، اونا توی مموری قرار دارن، توی رم هستن، اصلا روی دیسک نیستن. یا proc همینطور، یا مثلا فضاهایی که
با اسم مثلا داره temp fs به شما نشون داده میشه، فضاهایی هستند که باز هم توی رم هستن. یعنی شما اگه OSتون رو ریبوت بکنید بعدن میبینید که اینها اونجا دیگه نیستن. بعد از اینکه دو مرتبه لینوکستون بوت میشه، دوباره اون فایل ها کپی میشن و لود میشن توی اون فضای مموری شما. حالا اگر بخواین ببینید که همین ماونت پوینت ها ارتباطشون با این فضای استوریج شما یا فضای ذخیره سازی شما به چه صورت هست، میتونید از کامند df این گزارش رو داشته باشید که میبینید که فضاهایی که شما دارین هر کدومشون از کدوم دیوایس اومده، کجا مان شده، چقدرش مصرف شده، چقدرش باقی مونده و چند درصد مصرف شده و بلاک های اینها به چه صورت هست. حالا من برای اینکه یه مقدار این اعداد خاناتر بشه از آپشن dash h استفاده میکنم که human readable بشه و از آپشن t بزرگ هم استفاده میکنم که ببینم اینها با از طریق چه فایل سیستمی فرمت شدن یا همون تایپشون رو عملا ببینیم. مثلا میبینیم که فضای اسلش ما روی مثلا پارتیشن 3 از مثلا دیسک 1مون هست که حالا در مورد این توی بحث پارتیشنینگ حسابی مفصل صحبت میکنیم که میبینیم که با XFS مثلا فرمت شده، یا مثلا فضای اسلش دیو ما که باز هم دیوایس های ما هستن باز هم از یک فرمت حالا فایل سیستم خاصی به اسم دیو تمپ FS استفاده میکنیم که عملا این فضا هم باز هم توی فضای رم قرار گرفته و برای جا دادن فایل های دیوایس من ازش استفاده میشه. شاخه های مثلا اسلش دیو اس اچ ام که برای شیرد مموری مونه، یا مثلا اسلش ران که اطلاعات عمدتا برنامه های در حال اجرا قرار گرفته، یا مثلا فضای اسلش سیس اسلش اف اس اسلش سی جی گروپ، همه اینها باز هم درون مموری قرار دارن. یا مثلا فضای اسلش بوتمون که اون هم پارتیشن یک از دیسک یک ما هستش که با XFS فرمت شده که اونجا عملا فایل هایی که برای بوت شدن لینوکس مورد استفاده قرار میگیرن اونجا قرار داده شده که همینطور که میبینید حالا سایز های اینا نوشته شده. مثلا فضای اسلش من یه فضای 17 گیگابایتیه که 1.4 گیگ ازش مصرف شده و تقریبا 16 گیگ از این فضا باقی مونده که یه چیزی هولوش 9% این فضا هستش، که میتونیم این گزارش ها رو به واسطه کامند df ببینیم. حالا میتونیم با مراجعه به منوال کامند df باز جزئیات بیشتر و آپشن های بیشتر از این کامند رو داشته باشیم. خب به ادامه بحثمون برمیگردیم. موضوع بعدی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم انواع فایلی هستش که توی لینوکس وجود داره. بسیار فایل ها فایل های معمولی هن یا همون رگولر فایل هن، همون فایل های متنی که خودمون درستش میکردیم. مثلا فایل متنی بود، حالا فایل باینری بود یا چه میدونم یک کامند اجرایی هست. اینها همشون تحت قالب یک رگولر فایل قرار میگیرن. رگولر فایل ها عمدتا وقتی شما میاید LL میزنید با حرف اول داش شروع میشن. الان مثلا من اگر بیام تو همین فضایی که هستم PWD بگیرم، الان من میبینم توی هوم یوزر روتم هستم، اگر تاچ بکنم یه فایل مثل A رو بعد LL بزنم، میبینید که فایل A یک فایل رگولر هست. از کجا متوجه میشم؟ اینکه حرف اولش با داش شروع میشه. الان اینجا دارید میبینید فایل A یه فایل معمولی هست یا همون رگولر فایل. یا مثلا اکو بکنم مثلا تست توی یه فایلی به اسم مثلا abc بعد دوباره ll بزنم، میبینید که خب فایل abc هم باز هم یک فایل رگولر هست که اینجا قرار داره. حالا اینکه ببینیم خود فایل رگولری که داریم مثلا چی هست، محتواش چه جنسیه، میتونیم با کامند فایل اون فایل رو بهش بدین و بهتون بگی که این فایل رگولر از چه نوعیه. مثلا بهتون میگه یک اسکی تکست فایل هست که از این طریق قابل شناساییه که محتواش چیه. وقتی من میبینم که یه فایل اسکی، با خیال راحت میام اون فایل رو کت میکنم که محتواش رو
ببینم، یا مثلا کامند پینگ اگه من با ویچ ببینم که این کامند کجا قرار گرفته، بزنم مثلا فایل slash bin slash ping، شما میبینید که میگه که این یه فایل باینری هست که با آرکیتکچر x86-64 برای پردازنده های 64 بیتی و 32 بیتی کامپایل شده و در صورت میشه با این کامند دیدش که یک فایل رگولری که ما داریم محتواش از چه جنسیه. خب الان همینطور که میبینید من ll/bin/ping هم گرفتم، میبینید که با حرف اول dash شروع میشه به این معنی که یک فایل رگولر هست. فایل بعدی که قبلا هم باش آشنا شدیم فایل های دایرکتوری هستن. فایل های دایرکتوری وقتی شما ll میزنین این فایل ها خودشون رو با حرف اول دی به شما نشون میدن. الان مثلا فایل my test directory test 2 و test 3 رو ببینید، میبینید که هر سه اینها با حرف اول دی شروع شدن که به معنی دایرکتوری هستن، یعنی من میتونم وارد این شاخه ها بشم و فضای اینها رو پیمایش بکنم. مثلا cd test 2 میبینید که من وارد این شاخه شدم، میتونم ll بزنم محتویاتش رو ببینم، pw بگیرم ببخشید، میبینیم که من تونستم وارد این فضای آدرس دهی بشم و محتویات این دایرکتوری رو ببینم. نوع بعدی از فایل ها که وجود دارن فایل های دیوایس هستن. فایل های دیوایس دو نوع هستن، فایل های کاراکتر دیوایس فایلز و فایل های بلاک دیوایس که حالا من اینجا به اشتباه نوشتم دیوایس فایلز و حالا عمدتا فایل های بلاک هستن. پس دو نوع فایل کاراکتر فایلز داریم و بلاک دیوایس فایلز که این فایل ها عمدتا توی شاخه اسلش دیو قرار دارن که شما میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. مثلا من الان ll بزنم شما میبینید که ما یک سری فایل داریم که با حرف اول سی شروع میشن. اگه این ستون سمت چپ رو نگاه بکنید میبینید که ما فایل هایی داریم که اینها فایل های کاراکتر دیوایس فایل هستن، مثلا TTY مثلا 1 تا الی آخر، اینا فایل هایی هستن که کاراکتری هستن. یا بهتره بگم درایور این فایل ها به این صورتن که وقتی شما به سراغ این دیوایس فایل ها میرین به صورت کاراکتری به شما اطلاعات برمیگرد، یعنی شما یک بایت یک بایت از این فایل ها میخونید. یا اگر بخواید مثلا تو این فایل ها بنویسین درایوری که برای اینها وجود داره برای شما به صورت یک بایت یک بایت میاد فایل ها رو براتون مینویسه. حالا مثالش میتونه مثالی مختلفی باشه، مثلا نمونش خود دیوایس فایل کیبورد جزء دیوایس فایل هایی که کاراکتر بیسد هستن که اینها وقتی شما دارید چه میدونم از کیبورد فرضاً میخونید یا تایپ میکنید بالاخره سیستم عامل به صورت کاراکتری یا مثلا یه بایتی از ورودی این دیوایس فایل برای شما ورودی ها رو میخونه. یا مثلا /dev/0 که خب تو مثال قبلی باش آشنا شدیم یه فایل خاصیه که برای شما یه محتوای همیشه صفر رو برمیگردونه که خوندن از اون همیشه به صورت یه بایتی هست. یا مثلا فایل های بلاک رو داریم، حالا چون محتویات این شاخه زیاده من ll میزنم تش پایپ مور میزنم که بتونم راحت تر ببینم خروجیش رو. مثلا اگر به فضای مثلا استوریج دیسکمون برسیم که اختصارا با دو حرف SD شروع میشن، حالا اگه مثلا دیسک یکتون باشه میشه SDA، اگه دیسک دومتون باشه میشه SDB، حالا پارتیشن یک مثلا از دیسک یکتون باشه میشه مثلا SDA1، یا مثلا پارتیشن یک از دیسک دوتون باشه میشه مثلا SDB1. اینها فایل هایی هستن که به صورت بلاکی هن یا درایورشون به صورت چند بایت به شما جواب میده.
کاربردش رو مثلا برای اینه که فرض بکنید یه فضای ذخیره سازی مثل دیسک، یه فضای ذخیره سازی نسبتا کندیه، ما هر باری که از طریق سیستم عامل به این فضا دسترسی پیدا میکنیم، نسبت هزینه ای که میکنیم که به سراغ اون دیوایس بریم و ازش بخونیم، اگر بخوایم مثلا یه بایت ازش بخونیم، خیلی برای ما نمیصرفه. ما مثلا فرضاً وقتی به سراغ دیسک میریم، مثلا یک سکتور یا یه به صورت دیفالت مثلا 512 بایت به ازای هر ریفرنسی که به دیسک میزنیم ازش میخوریم، که این باعث میشه که درایور این دیوایس فایل ها چیزی که برای ما تامین میکنن به صورت یه بلاکی از بایت باشه، یه رنجی از بایت باشه که ما تو هر مراجعه‌ای که انجام میدیم، چه حالا میخونیم چه مینویسیم، به صورت چند بایتی هست که این فایل ها به صورت ارزم به خدمتتون بلاک دیوایس به ما نمایش داده میشن. خود فایل های دیوایس یه شماره ای دارن بهشون، یه شماره میجر، یه شماره ماینری دارن که عملا به درایوری که داره برای ما اون دیوایس فایل رو تأمین میکنه برمیگرده، که اگر ما حالا بعدم بیایم خودمون یک فایل دیوایسی رو با همین میجر و ماینر، حالا با همین بلاک دیوایس یا کاراکتر دیوایس بسازیم، همون خاصیت رو دقیقا برای ما پیدا میکنن. نکته ای که هست اینه که شما قبلا هم دیدین که شاخه استش دیو یه فضاییه که روی دیسک نیست، روی یه فضایی از مموریه که با یه فایل سیستم خاصی به اسم دیو تمپ اف اس نگهداری میشه، که همه این فایل ها تو زمانی که لینوکس شما داره بوت میشه ساخته میشه، که میاد او اس میگه که مثلا این فایل دیوایس حالا از این جنس بلاک یا کاراکتر به این اسم با این میجر و ماینر ساخته بشه، که شما بعداً بتونید اون فایل ها رو داشته باشید و بتونید از خاصیتی که اون دیوایس فایل ها برای شما روی او اس تون تامین میکنن استفاده بکنید. مثلا اگر فایل دیو زیرو رو اگه شما نگاه بکنید، مثلا من بگم ll زیرو، شما این خب زیرو همونطور که قبلا هم گفتم یک کاراکتر دیوایس فایله که میجر و ماینرش میجر یک، ماینر پنج هست، که به اون درایوری که این فایل رو برای ما تأمین کرده برمیگرده، که همون خاصیت زیرو بودن رو برای ما تأمین میکنه. شما اگه خودتون بخواید مثلا دستی اگه یه فایل ارزم به خدمتتون دیوایس فایل رو بسازیم، میتونیم به واسطه کامند mknode این کار رو انجام بدیم. مثلا من با منوال mknode میرم نگاه میکنم که ببینم این کامند چیه. مثلا به من میگه که mknode یه کامندیه که make block or character special files براتون انجام میده، که مدل نوشتنش هم به این صورت که شما mknode رو مینویسین، آپشن هایی که حالا دارید براش، نیمش رو بهش میدین، تایپش رو بهش میدین، که پایین تر گفته تایپش میتونه به صورت کاراکتر یا بلاک باشه، و ارزم به خدمتتون که میجر و ماینرش. حالا این پایین تر که نوهاش رو داره بهتون نشون میده، بی رو برای بلاک دیوایس داره بهتون نشون میده، سی رو، سی یا یو رو برای کاراکتر فایل، که حالا به کاراکتر فایل آن بافرد هم میگن که از حرف اول یو اومده، چون عملا یه رنجی از بایت به شما بر نمیگردونه، خب عملا به صورت بافر شده نیست، یا بهتر بگم که یه فضایی از مموری معمولا براش تخصیص داده نشده، به صورت یه بایت یه بایت داره براتون برمیگردونه، که به خاطر همون قضیه هم بهش آن بافرد میگن. نوع دیگه ای از فایل هم وجود داره، حالا بهشون فایلای فیفو یا همون فایلای نیمد پایپ گفته میشه، که من توی اسلایدام هست و در موردش صحبت میکنم. فعلا ما فقط فوکوسمون رو به فایل های بلاک دیوایس فایل و کاراکتر دیوایس یا همون آن بافرد میذاریم، که میتونیم از طریق کامند mknode اونها رو داشته باشیم. خب پس دیدیم که سیناپسیس نوشتن این کامند به این صورتی که ما کامند mknode رو مینویسیم، حالا اگر آپشنی مد نظرمون باشه میذاریم، اسمش رو بهش میگیم، تایپش رو و میجر و ماینر. خب مثلا الان من میخوام تو همین هوم یوزر روت هم یه دیوایس فایلی رو داشته باشم که شبیه فایل زیرو برای من
رفتار بکنه. مثلا اگه فایل دو زیرو یا مثلا دو نال رو اگه نگاه بکنیم، حالا برای مثلا مثلا دو زیرو، میبینید که یک کاراکتر فایله که میجرش یک و ماینرش پنج هست. مثلا من میام همینجا mk نوت میکنم، اسمش رو میذارم my zero مثلا، بعد میگم یه فایل کاراکتر میخوام میجرش یک ماینرش پنج توی هوم یوزر روت هم. خب این فایل الان ساخته شد. اگه نگاه بکنید میبینید که فایل my zero دقیقا با تایپ کاراکتر دیوایس فایل و میجر یک و ماینر پنج اینجا ساخته شده که من میتونم ازش دقیقا همون خاصیتی که دیو زیرو داشت رو داشته باشم. شاید سوال بکنید که خب کاربرد این کار چیه؟ واقعیت اینه که شما به هر کدوم از فایل های دیوایسی که کاراکتر باشن و میجر و ماینرش یک و پنج باشن استفاده بکنید، متصل بشین، میتونید همون خاصیت دو زیرو رو داشته باشین. و این مثال من بیشتر یه جور جنبه آموزشی داشت که شما ببینید خود این دیوایس فایل ها دارن به چه صورتی ساخته میشن. مثلا من الان اگه بگم که بخوام از همین مای زیرو به صورت بلاکی بخونم، مثلا میگم از اینپوت فایل همین مای زیرو بخون توی OF مثلا هول زیرو، مثلا یه فایلیه بنویس، بلاک سایز هم مثلا یک کیلوه، کانت هم یک، یعنی میخوام به اندازه 1024 بایت عدد صفر از فایل مای زیرو رو بخونم و توی فایل هول زیرو بنویسم. انتر میکنم، خب فایل نوشته شد. الان اگر فایل هول زیرو رو نگاه بکنید میبینید که یه فایل 1024 بایتیه، یا همون ll-h بزنم یعنی یه فایل 1 کیلوبایتیه. اگر با کامند فایل بیام هول زیرو رو بررسی بکنم که یه فایل رگولر هست، به شما میگه یه فایل دیتا است که حالا من کتش بکنم احتمالاً چیزی نمیبینیم چون عدد صفره و به صورت محتوای نال شاید اینجا دیده نشه، درست که نشون داده نشد. واقعا من با به واسطه کامند هگز دامپ محتوای فایل هول زیرو رو به صورت هگزادسیمال میبینم که میبینید که یه فایلیه که تماما صفره که تا آدرس 400 هگز رفته که همون عدد فضای آدرس 1024 رو نشون میده. حالا چون همش صفر بود این بینش ستاره زده به این معنی که این فایل این محتوای همینطور به صورت تکراری داره تکرار میشه. 400 هگز هم که همینطور که میدونید همون فرمت هگز عدد 1024 هست که به صورت تماما صفر من اینجا این رو میبینم. نوع بعدی از فایل هایی که وجود داره، حالا من از لینکس فعلا عبور میکنم چون ما یه اسلاید برای این فایل های لینک داریم، فایل های سوکت هستن که فایل های سوکت بیشتر یک نوع روش ارتباط بین برنامه یا همون IPC هست که مخفف Inter Process Communication که توسط برنامه نویسا استفاده میشه برای اینکه بتونن یک فایلی داشته باشن. هرچند حالا این فایل عملا یه جور جنس متادیتایی داره که ارتباط بین برنامه از طریق اون انجام میشه، بیشتر فقط یه اسمه که بعد اطلاع داره از تو میموری کپی میشه، یعنی روی فاز استوریج شما اون اطلاعات جابجا نمیشه. یه روشیه که حالا از اینترفیس سوکت استفاده میکنه. حالا اگر برنامه نویسی کار کرده باشین یه مفهومی وجود داره به اسم سوکت پروگرامینگ که عملا این سوکت فایل ها از همون اینترفیس های سوکت، همون ساختاره مثلا TCP یا UDP استفاده میکنن که شما تحت قالب فایل سیستم بتونید ارتباط بین برنامه‌ای داشته باشید. مثلا اگر به لینوکستون مراجعه بکنین، من از به واسطه کامند netstat dash مثلا an اگر بزنم، شما اینجا یه سری فایل ها میبینین که از جنس مثلا استریم هستن که اینها عملا دارن از طریق API های حالا سوکت
فرزن میان یک ارتباط TCP based رو شبیه سازی میکنن که بتونه ارتباط IPC از طریق سیستم عامل شکل بگیره. حالا مثلا شما اگه همین شاخه ll/var/run/dbus/system_bus_socket رو ببینید، میبینید که یک فایل سوکتی وجود داره که حالا با حرف اول S هم شروع میشه اگر ستون سمت چپ نگاه بکنید، که این نشوندنده فایلهای سوکت هستن که برای ارتباط بین برنامه شکل میگیره. خیلی برای یک سیستم ادمین شاید خیلی سوکت فایل چیزی نباشه که جای کار کردن باهاش داشته باشه، در همین حد که بدونه که سوکت فایل یه فایلی هستش که حالا دیولوپر ها میان از طریق اون ارتباط بین برنامه‌ای رو پیاده سازی میکنن کافیه. مثلا فرض بکنید که شما یه سرویسی دارین که این سرویس داره یه سرویسی رو میده، بعد شما مثلا یه کامند دیگه ای هم دارین که به عنوان کلاینت اون سرویس هست، مثلا میخواید وصل بشین بهش مثلا گزارش بگیریم، مثلا ببینیم که چند تا یوزر الان بهش وصله یا مثلا با چه نرخی داره داده ارسال میکنه و دریافت میکنه، مثل مثلا یه سری گزارشات این شکلی مثلا، که اون موقع اون ابزار کلاینتی که شما دارید و اون ابزار سروری که حالا روی سیستم عامل شما وجود داره از طریق یه سوکت فایلی میان با هم دیگه صحبت میکنن و این ارتباط شکل میگیره. نوع دیگه این فایل که داریم پایپ فایل هست یا همون نیمد پایپ، که حالا تو ویندوز بهش گفته میشه، توی لینوکس بیشتر بهش همون پایپ فایل گفته میشه. اسم دیگه سوکت فایل هم توی لینوکس یونیکس سوکت دامین هست، که حالا هر جای یونیکس سوکت دامین دیدین همون به سوکت فایل برمیگرده. فایل های پایپ یا فایل های فیفو هم فایل هایی هستن که به صورت first in first out خونده میشن. شما میتونید با کامند mkfifo یه فایل پایپ بسازیم برای خودتون. مثلا من اگه یه فایل پایپی داشته باشم به اسم تست پایپ، شما میبینید فایل تست پایپ یه فایلیه که با حرف اول پی داره شروع میشه، به این معنی که این یه فایل پایپ هست و به این صورته که اول یکی مثلا توش می نویسه، بعد یکی دیگه ازش می خونه. این هم باز یکی از روش های ارتباطیه که می تونه بین برنامه صورت بگیره، موقعی که جنس این ارتباط چیز باشه، صورت فیفو باشه، یعنی یکی اول مثلا بنویسه یکی دیگه بخواد بخونه. یعنی فرضاً یکی کسی که اول توش می نویسه اون برنامه متوقف میشه تا اینکه یکی بیاد ازش بخونه، یا یکی اگر شروع میکنه بخوندن اون برنامه متوقف میشه تا وقتی که یکی بیاد شروع به نوشتن بکنه. مثلا من به واسطه یه ابزاری میام و صفحه نمایشمو دونیم میکنم که اینجا بتونیم ببینیم که داره چه اتفاقی میافته. کاری ندارم این ابزار چیه، توی یکی فصل‌های آینده در موردش صحبت میکنیم. الان مثلا اگر شما تو سمت چپ صفحه نگاه بکنید، ببینید من یه فایل دارم به اسم تست پایپ، میام اکو میکنم مثلا حمید، میریزم توی فایل تست پایپ. الان اگر نگاه بکنین میبینید که من قصد دارم که به واسطه خود شلم کلمه حمید رو ریدایرکت بکنم و بریزم توی فایل تست پایپ. الان اگر اینجا نگاه بکنم میبینید کامند من متوقف شد، یا اصطلاحا این پروسس من ساسپند شد. این پروسس انقدر ساسپند میمونه تا یه برنامه دیگه بیاد از این فایل تست پایپ بخونه که خیالش راحت بشه که به صورت صفی داره توی فایل مینویسه و یه طرف دیگه اون رو دریافت میکنه. الان من اگه بیام توی سمت راست صفحه از این فایل بخونم، اونقع میتونم مثلا متن حمید رو بخونم و همزمان اگر سمت چپ صفحه رو نگاه بکنید میبینید که اون کامند اکویی که حالا من به واسطه شلم دارم اجراش میکنم که یا کامند اینترنال هست، اون از وضعیت ساسپنشن خارج میشه و
دو مرتبه من به اعلان شلم برمیگردم، همزمان با اینکه یه پروسسی میاد از این فایل پایپ میخونه. الان دقت بکنید، من توی سمت راست صفحه به واسطه کامند cat میام این فایل پایپ رو بخونم. به محض اینکه انتر بکنم، شما میبینید پروسس cat محتوای حمیدی رو که توی سمت چپ صفحه توی این فایل نوشته بود خوند، و همزمان اون برنامه ای هم که ساسپند این شده بود که یه برنامه دیگه به این فایل وصل بشه و اطلاعات رو دریافت بکنه، از این وضعیت ریلیز شده. حالا اگر من دو مرتبه بیام از کت به واسطه کامند کت فایل تست پایپ رو تو سمت راست صفحه بخونم، چون محتوایی برای خوندن وجود نداره، چون میدونید دیگه کلمه حمید قبلا نوشته شد و توسط پروسس کت که اجرا شد و محتوا رو خوند و متوقف شد، دیگه خونده شده و محتوایی تو این فایل پایپ بنا به خاصیت فیفوی که داره دیگه وجود نداره. و الان من عملا اگر سعی بکنم با استفاده کامند کت یا هر پروسسی، هر برنامه‌ای سعی بکنه از این پایپ فایل بخونه، چون محتوایی وجود نداره اینجا متوقف میشه تا اینکه یه برنامه دیگه یه محتوایی رو برای این پایپ فایل سرو بکنه که باز هم همین خاصیت فیفو اتفاق بیفته و اطلاع به صورت صفی در خونده بشن و نوشته بشن. الان من میام دوباره سمت چپ صفحه برای اینکه همزمان بتونید ببینید که دارن دو تا برنامه با هم دیگه همکاری میکنن. من میام مثلا اکو میکنم و میگم مثلا رضا، میذارم توی تست پایپ. اینجا میبینین که چون یه برنامه دیگه از قبل منتظر این بوده که یه محتوی رو بخونه، این بار کامندی که من دارم توی پایپ فایل مینویسم ساسپند نمیشه و بلافاصله کارش انجام میشه. تو سمت چپ صفحه و سمت راست صفحه هم میبینین که کامند کتی هم که ساسپند این بود که از یه فایل پایپ یه مطلب رو بخونه، کمی رضا رو دریافت کرد و اون هم ریلیز شد. پایپ فایل هم باز هم یکی از روش هاییه که حالا دیولوپر ها میان ازش استفاده میکنن برای اینکه بتونن آی پی سی رو پیاده سازی بکنن، برخلاف حالا سوکت که از ای پی آی های حالا شبکه، از یه جور شبیه سازی API های شبکه توی ساختار فایل برای ارتباط IPC استفاده می شد. مدل پایپ فایل ها از همون API ستی که برای عمدتا فایل سیستم مورد استفاده قرار می گیره، همون کامند فرضاً توی لایه های پایین، حالا fopening که می زنیم فایل رو باز بکنیم، یا مثلا fwrite که می زنیم که مثلا توی فایلی بنویسیم، یا fread می کنیم که یه محتوایی رو از فایل بخونیم، یا fclose می کنیم که یه فایل رو ببندیم، دقیقاً با همون API، با همون مجموعه استانداردها و اینترفیس هایی که حالا قرار دارن که ما بتونیم با اون به این واسطه بتونیم با این سیستم فایل سیستم ارتباط برقرار بکنیم، میتونیم باهاش صحبت بکنیم و اطلاعاتمون رو ارسال و دریافت بکنیم. خب نوع دیگه ای از فایل هایی که وجود دارن فایل های لینک هستن که دو نوع سیمبولیک لینکس یا همون سافت لینک استفاده میشن و نوع دوم فایل های هارد لینک هستن. همون توضیحی که در مورد فایل لینک دادمه که لینک توی لینوکس همون یه جور یه نام مستعاریه که برای فایل ها در نظر گرفته میشه، که دو نوع سیمبولیک لینک و هارد لینک هستن که ما ازشون استفاده میکنیم. خب مطلبی که در رابطه با هارد لینک ها وجود داره اینه که اول ما توی لینوکس فایل سیستم فایل ها رو به اسم نمیشناسه، بلکه فایل ها رو با یه شماره میشناسه که به اونها آینود گفته میشه. حالا هر کدوم از این فایل هایی که ما داریم که تحت قالب آینود فایل سیستم اونها رو میشناسه، یه سری اطلاعاتی در موردشون وجود داره. مثلا اینکه این فایل ها توی چه دیتا بلاکی قرار گرفتن،
توی چه فضایی از اون فضای ذخیره سازی ما قرار گرفتن، از چه آدرسی شروع میشن و توی چه آدرسی به پایان میرسن توی اون فضای ذخیره سازی، یا یه سری اطلاعات در مورد اینکه این فایل تو چه تاریخی ساخته شده، اگر احیانا آپشنش توی فایل سیستم فعال شده باشه، اینکه آخرین باری که به این فایل دسترسی داشته شده چه تاریخی بوده، چه فایلی، چه زمانی این فایل باز شده و خونده شده و چه زمانی آخرین بار تغییر داده شده، یا اطلاعاتی مثل اینکه اون فایل چه سطح دسترسی داره یا صاحبان اون فایل کیا هستن. یک سری اینجور اطلاعات توی فایل سیستم برای اون فایل با شماره آینودی که شناخته میشه وجود داره. این خود محتواییه که برای اون فایل هست و اطلاعاتیه که ما در مورد اون فایل توی فایل سیستم نگهداری میکنیم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که اون چیزی که ما برای آینود درون فایل سیستم نداریم اسمه، یعنی اصلا آینوده نمیدونه که این محتوایی که برای این فایل وجود داره به چه اسمی هست، بلکه ما وقتی میخوایم بیایم به اون فایل ها دسترسی پیدا بکنیم، مثلا میایم اون فایل رو میسازیم، براش یه اسمی قرار میدیم، اون اسم در اون دایرکتوری قرار میگیره که اون عملا خودش یه هارد لینکه به محتوایی که اون فایل حالا توی اون فضای ذخیره سازی قرار گرفته. یعنی یک آینود نمیدونه که چه نیم هایی دارن بهش اشاره میکنن. آینود ها تنها چیزی که میدونن اینه که فقط یک شمارنده ای دارن که میدونن که چند تا مثلا اسم دارن به اون محتوا اشاره میکنن. اون اسمی که داره به اون فضا اشاره میکنه عملا بهش هارد لینک گفته میشه. خب این خودش میتونه یه چند مزیت برای ما ایجاد بکنه. مثلا یکیش اینه که شما میتونین به یک کانتنت، به یه محتوا از طریق چند فضای آدرس دهی بهش دسترسی داشته باشین، که البته یه سری محدودیت هایی هم برای این مطلب وجود داره. مثلا یکیش اینه که شما هارد لینک هایی که دارین، حالا مثلا توی دایرکتوریاتون مثلا یه سری نیم قرار دادین که عملا دارن به اون محتوا اشاره میکنن، باید حتما توی یک فضای ذخیره سازی باشن. اگه مثلا روی فضای دیسکن، باید حتما توی یه پارتیشن باشن. شما مثلا نمیتونید دو تا پارتیشن داشته باشین که مثلا محتواتون توی پارتیشن یکتون باشه، مثلا شما فضای ذخیره سازی مثلا 50 گیگتون رو تقسیم کرده باشین به دو تا پارتیشن مثلا 25 گیگابایتی، بعد یه محتوایی رو شما تو پارتیشن یکتون داشته باشین، بعد بخواید مثلا یه هارد لینکی داشته باشین که توی فرضاً پارتیشن دوم تعریف بشه که بخواد مثلا به اون محتوای پارتیشن یک اشاره بکنه. با توجه به محدودیت پیاده سازی که توی فایل سیستم قرار داره، شما عملا نمیتونید هارد لینکتون به خارج از پارتیشنی که اون محتوا توش قرار داره تعریف شده باشه. مطلب بعدی که در مورد هارد لینک ها وجود داره اینه که هارد لینک ها نمیتونن به یک دایرکتوری اشاره بکنن. هارد لینک ها فقط میتونن به فایل های رگولر اشاره بکنن، یا همون فایل های معمولی که داشتیم. مطلب بعدی اینه که حالا اینو میشه گفت یه جور خاصیته، اینه که شما تا وقتی که محتواتون حداقل یک هارد لینک وجود داره که داره بهش اشاره میکنه، اون روی دیسک شما نگهداری میشه. یعنی شما یه محتوایی رو دیسکتون دارین، حالا با اسامی مختلف تو لوکیشن های مختلف، منتها تا وقتی که حداقل یه دونه هارد لینک وجود داره که داره به اون کانتنت اشاره میکنه، اون کانتنت فایل سیستم برای شما تضمین میکنه که تو اون فضای ذخیره سازی وجود داشته باشه و بعضا فایلی بعدا به وجود نیاد که روی اون فضای ذخیره سازی بخواد قرار بگیره که کانتنتتون اوورراید بشه. یعنی تا وقتی که شما مثلا 4 تا فرضاً هارد لینک به اون کانتنت دارین، هر 4 تای اون فایل ها داره به یه محتوای اشاره میکنه، اگر حتی مثلا اسمش رو پاک بکنید، مثلا یکی از اون 4 تا رو، کانتنت شما پاک نمیشه، فقط اون
آدرسی که از یه لوکیشن خاصی داشته به اون کانتنت اشاره می کرده پاک شده و اون محتوایی که شما دارین تا وقتی که اون سه تا هارد لینک دیگه وجود دارن توی فضای ذخیره سازی شما وجود داره و تغییر یا حذفی روش انجام نمیشه. حالا اگر بخوایم توی لینوکسمون برگردیم و اونجا ببینیم به چه صورته، من میام توی همین فضای اسلش روتی که قرار دارم میام یه فایلی درست میکنم مثلا به اسم یه محتوایی می‌نویسم مثلا آرش، می‌ریزمش توی فایلی به اسم مثلا تست فایل. اینجا اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که فایل تست فایل اینجا ساخته شده. اگه من کامند داش داش ll رو که اون alias کامند ls هست یا مثلا داش i هم بهش پاس بدم، شما شماره آینود تست فایل رو می‌بینید که عدد 3357-7536 هست. این دقیقا شماره آینودیه که فایل سیستم برای این تست فایل میشناسه. شماره آینود توی اون فضای فایل سیستمی که قرار دارن یه عدد یکتایی هستن که به یک فایل اشاره میکنه. و یه عدد دیگه هم شما این جلو قبل از چیز میبینید، اون کلمه روت روت میبینید که عدد یک نوشته شده و اون شمارنده‌ایه که نشون میده که به این آینود چند تا اسم دارن اشاره میکنن. همینطور که بهتون گفتم آینود فایل ها نمیدونن اصلا که چه اسامی دارن به اونا اشاره میکنن، فقط تنها چیزی که میدونن اینه که چند اسم دارن به اون کانتنت اشاره میکنن. از اونجایی که من این فایل رو تازه همین الان به اسم تست فایل ساختم، شما میبینید که چون الان فقط همین یک اسم تست فایل وجود داره، آینود 3357-7536 میدونه که الان یک اسم که همون اسم تست فایل باشه داره به این محتوا اشاره میکنه که یک فضایی از دیسک هست که توش متن آرش نوشته شده. الان من اگر بیام یک هارد لینک بسازم، مثلا میام توی شاخه فرضاً temp به واسطه کامند ln میام میگم که توی شاخه root فایل تست فایل یه هارد لینکی میخوام به اسم مثلا تست فایل 2 مثلا توی شاخه temp. الان من اینجا فایل تست فایل 2 رو اگر نگاه بکنم میبینید که یه فایل درست شده به اسم تست فایل 2. دقت کنید که اون عددی که قبل کلمه روت روت هست شده عدد 2، به این معنی که الان به این شماره آینود الان دو تا اسم دارن اشاره میکنه. من الان اگه ll-i تست فایل 2 بزنم که تو شاخه تم هست، دقیقا همون آینودیه که توی شاخه اسلش روت بود. یعنی چون آینود هاشون یکیه، معنیش اینه که این دو فایل دارن به یک کانتنت اشاره میکنن. الان اگه آینود ها رو دقت بکنید میبینید که هر دو این آینود ها 3357-7536 هستن، چه تست فایل 2 که توی شاخه تم اسلش تم هست و چه فایلی که توی شاخه اسلش روت اسلش تست فایل هست. چون جفت اینها دارن به یه محتوا اشاره میکنن، پس من اگر بیام محتویات این فایل رو عوض بکنم، هر دو اینها چون دارن به یک دیتا بلاک اشاره میکنن تغییر رو میبینم. مثلا من اگه بیام با ادیتور vim بیام تست فایل 2 رو که اینجا دارم ادیت بکنم، مثلا زیرش بنویسم حمید، بعد زیرش بنویسم مثلا آرمی، خب بعد بیام فایل رو سیو بکنم، شما میبینید که نه تنها فایل حالا تست فایل 2 که همینجا هست تغییر کرده، بلکه فایل اسلش روت اسلش تست فایل هم تغییر کرده. چرا؟ چون جفتشون دارن به یک کانتنت اشاره میکنن. به این صورت پس میبینیم که ما الان دو فایلی داریم، بهتر بگم دو تا نیم داریم که به یک محتوا توی فضای ذخیره سازی دارن اشاره میکنن. الان من بگم اسلش روت اسلش تست فایل، شما اینجا هم میبینید که شمارنده ای که برای آینود
این فایل وجود داره، اون هم داره عدد دو رو نشون میده. حالا من اگر بیام روی یه پارتشن دیگه هم. مثلا نگاه کنید، من اگه کامند lsblk رو بگیرم، شما میبینید که دیسک یک من که sda باشه الان سه تا پارتشن داره. یه پارتشن sda یک داره که slash boot روی اون مانت شده، یه پارتشن دوم داره که فضای سواپ من هست که تو زمان نصب لینوکس هم در موردش صحبت کردم باهاتون، اون موقع که داشتیم پارتیشن بندیش میکردیم، و پارتیشن سوم من که SDA 3 هست. الان میبینیم که slash root و slash temp هر دوی اینها بالاترین نقطهشون همون فضای mount point slash میشه که اینها عملا توی یه پارتیشن هستن. حالا من اگر بیام توی شاخه مثلا slash boot بخوام سعی بکنم که بگم یه دونه هارد لینکی برای من ایجاد بشه توی فضای slash root بعد فایل تست فایل به اسم مثلا تست فایل 3، میبینید که اینجا جلوی من رو میگیره و به من اجازه ساخت این هارد لینک رو نمیده، چرا که این هارد لینک داره روی پارتیشن دیگه ای ساخته میشه که کانتنت توی پارتیشن دیگه است. اینجا به من این پیغام رو هم میده که شما نمیتونید هارد لینک رو توی این شاخه بسازی، چرا که شما داری بین کراس دیوایس یا بین پارتیشنی داری سعی میکنی یه هارد لینکی رو ایجاد بکنی که این جزء محدودیت های هارد لینک بود که ما نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا تا وقتی که فایل تست فایل توی اسلش root، بهتر بگم تا وقتی اسم تست فایل توی شاخه اسلش root و اسم اسلش temp اسلش تست فایل دو وجود دارن، محتوایی که ما توش چاپ کردیم روی دیسک هست. یعنی من اگر بیام rmf بکنم اسلش temp رو فایل مثلا تست فایل دو رو داش افو زدم که فورسش بکنم فایل رو پاک بکنم و دیگه از من سوال نکنه که مطمئنی فایل رو پاک بکنی، شما میبینید که تست فایل الان کانتر آینودش عدد شده یک، یعنی یک نیم از نیم هایی که به این کانتنت اشاره میکرده کم شده. و الان باز هم تست فایل رو اگر نگاه بکنید میبینید که باز هم همون محتوی که ما قبلا توش نوشته بودیم وجود داره. منتها اگر من بیام این یه دونه فایل هم پاک بکنم، یعنی تنها اسمی که دیگه مونده که داره به این کانتنت اشاره میکنه رو پاک بکنم، دیگه از این به بعد دیگه هیچ تضمینی نیستش که روی اون بلاک دیتایی که این متن آرش حمید آرمین نوشته شده این همینطور تو دیسک بمونه و محتوای دیگری نیاد اون رو اوورراید نکنه، چرا که دیگه عملا نیمی وجود نداره که بخواد به اون کانتنت اشاره بکنه. نوع بعدی از لینک ها که وجود داره سیمبولیک لینک هست که بهشون سافت لینک هم گفته میشه. سیمبولیک لینک ها لینک هایی هستن که اشاره مستقیمی به آینود فایل ندارن، بلکه سیمبولیک لینک ها یا همون سافت لینک ها یک لینک میانبری هستن به اسم، به اسم فایل. همونطور که توی تصویر دارید میبینید خود سیمبولیک لینک یک لینکیه که داره به یه هارد لینک اشاره میکنه که خود هارد لینک عملا به آینود متصله و آینود هم میدونه که اون محتوا توی چه دیتا بلاکی از فضای ذخیره سازی شما قرار داره. سیمبولیک لینک ها خوبیشون اینه که شما میتونید به هر جایی که دلتون بخواد اشاره بکنید، چه بخواد مثلا یه محتوایی باشه که توی پارتیشنی باشه که شما دارید اون سیمبولیک لینک رو میسازید، چه یه پارتیشن یا جایی باشه که خارج از اون دیوایس شما باشه، یا اینکه چه نوعی از فایل باشه. سیمبولیک لینک ها هم به تمام نوع فایل ها میتونن اشاره بکنن، چه فایل رگولر باشه، چه فایل دایرکتوری باشه، چه بخواد دیوایس فایل باشه، چه سوکت فایل باشه، چه پایپ فایل باشه. حتی سیمبولیک لینک ها میتونن به خودشون هم اشاره بکنن، یعنی یه سیمبولیک لینک به یه سیمبولیک لینک دیگه اشاره میکنه، اون سیمبولیک لینک حالا به مثلا به یه هارد لینک میخواد اشاره بکنه یا میخواد به یه نوع فایل دیگه اشاره بکنه، برخلاف مثلا هارد لینک که فقط به رگولر فایل ها اشاره داشت، سیمبولیک لینک ها میتونن به هر نوع فایلی اشاره بکنن.
که این خب باعث میشه که ما یک انعطاف پذیری خیلی بالایی داشته باشیم که بتونیم به هر جایی که دوست داریم یک سیمبولیک لینک بزنیم. منتها یه بدی هم در مورد سیمبولیک لینک وجود داره، حالا نمیشه خیلی اسمشو بدی گذاشت، یه جور ویژگی سیمبولیک لینک ها هستن، اینه که اگر شما سیمبولیک لینکتون به یه فایلی اشاره بکنه و بعدها اون فایل پاک بشه، سیمبولیک لینک شما عملا بی‌معنی میشه، چرا که داره به یه جایی اشاره میکنه که دیگه وجود نداره. برای اینکه بخوایم مثالش رو ببینیم، مثلا من میتونم یه محتوایی داشته باشم به اسم مثلا فایل ABC، مثلا کتش بکنیم تو ABC ببینیم چیه، مثلا محتوای تست نوشته شده. من میام یه سیمبولیک لینک میسازم از طریق کامند LN. حالا برای اینکه اشاره بکنم که من یه سافت لینک یا یه سیمبولیک لینک میخوام، از آپشن داش S استفاده میکنم و میگم که به فایل ABC میخوام اشاره بشه تحت قالب اسم مثلا ABC-link. مثلا الان اگر LL بزنیم میبینیم که یه فایلی ساخته شده به اسم ABC-link که داره به فایل ABC اشاره میکنه. حالا این ABC میتونه مثلا تو همین شاخه باشه یا یه شاخه دیگه باشه. نکته ای که دوست دارم بهش توجه بکنید اینه که ABC-link یا همون symbolic link ما، اسم خودش رو اگر نگاه بکنید میبینید که تایپش با حرف اول L به معنی لینک یا همون سیمبولیک لینک نشون داده شده. فایل های هارد لینک هم که گفتم که همون رگولر فایل هستن و اگر بهشون حالا بعدها نگاه بکنید میبینید که حرف اولشون با داش شروع میشه و شما فقط میتونید با اون مثلا آین اوت کانتری که وجود داره ببینید که مثلا به این محتوای فرزن دارن چند نیم اشاره میکنن، چرا که هارد لینک همون یک رگولر فایل هست، حالا با یک اسمی که داره به یک آینود اشاره میکنه. حالا اگر مثلا بخوایم کاربردش رو ببینیم، خب کاربردهای مختلفی داره، همینطور که شما میتونید مثلا فرض کنید یه اسم میانبر بسازین یا حتی ازش به عنوان یه تنظیم مثلا استفاده بکنید. فرض بکنید که شما میخواید لوکال تایم سیستم عاملتون رو عوض بکنید. مثلا الان من لینوکس هم ست شده روی تایم زون ایران. حالا خود لینوکس داره چجوری این کار میکنه؟ اگه شما شاخه /etc/localtime رو نگاه بکنید میبینید که etc local time اشاره داره به یه فایلی توی /usr/share/zoneinfo/asha/tehran که اینجا میبینید که لینوکس به واسطه ساختن فقط یک سیمبولیک لینک به اسم etc/localtime و اشاره دادن اون به یه فایل دیگه‌ای که حالا توی یوزر شیر زون اینفو هستش، به این راحتی تنظیم میکنه که تایم زونش روی کجا ست شده باشه. حالا با توجه به اینکه مثلا اینجا یه سیمبولیک لینکی ساخته شده مثلا به اسم لوکال تایم به تهران، اینجا لینوکس میفهمه که جاهایی که باید زمان خودش رو نشون بده و کارهای مرتبط با زمان و اینها رو انجام بده باید طبق تایم زون تهران مثلا رفتار بکنه. این هم یک مثالی از سافت لینک. خب مطلب بعدی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم آرشیف کردن و فشارده کردن فایل ها در لینوکس هست. این کار میتونه توسط ابزارهای مختلفی انجام بشه. حالا ابزاری که ما الان تو این کلاس قرار در موردش صحبت بکنیم و ازش استفاده بکنیم ابزار تر هست. برای مثال من میام چند تا فایل اینجا درست میکنم، حالا برای اینکه یه مقدار اینجا اوضاع خلوت تر شه من میام تمام فایلی که تو این شاخه وجود داره رو پاک میکنم، یه داش پی ام میذارم که ببینیم چه فایلی داره پاک میشه. اگر احیانا دایرکتوری هم وجود داره توش پیمایش بشه و همه اونا پاک بشن. خب الان ال بزنیم ببینیم که دیگه فایل اینجا وجود نداره. خب من میام تاچ میکنم یه سری فایل درست میکنم A B C، یه دایرکتوری درست میکنم اسم تست مثلا، بعد میام دوباره یه سری فایل دیگه توی دایرکتوری تست هم درست میکنم.
مثلا 1 2 3 تری میگیرم که ببینید که الان چه ساختار فایلی رو درست کردیم. و درون دایرکتوری تست هم میام یه سری شاخه درست میکنم، مثلا تست 2 تست 3 به این صورت. حالا من میخوام این فایل ها رو آرشیف بکنم، یعنی میخوام مثلا یه فایلی درست بکنم و همه این فایل ها رو بریزم درون اون فایل. میام از کامند تر استفاده میکنم که این فایل ها رو تحت قالب یه فایل بخوام ذخیره بکنم و بعدا مثلا برش دارم ببرمش جای دیگه، بعد بتونم مثلا اونو اکسترکت بکنم و این فایل ها رو از روش در بیارم. مثلا به واسطه کامند تر ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. منوال تر رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که این کامند رو داریم که آپشن هایی براش هم وجود داره که اینجا لیست شده برامون و ما میتونیم کار آرشیف سازی و حالا به واسطه یه سری ابزاری هم که خودش داخل خود برنامهش ازشون استفاده میکنه حتی فشرده سازی رو هم داشته باشیم. حالا اگر بخوام خیلی ساده به شما مفهوم آرشیف کردن رو بگم اینه که شما بیاید چندین فایل رو با هم دیگه توی مثلا یه تیپ حالا یا توی یه دیسک بخواین ذخیره بکنین که بعداً همه این فایل ها حالا به صورت تکی یا چنگانه قابل بازیابی هست. مثلا اگه مثال ویندوزی بخوام براتون بزنم، فکر کنید که چندین فایل رو بخوایم زیپش بکنیم و درون یه فایل زیپ قرار بدیم. حالا زیپ توی ویندوز یه برنامه‌ایه که همزمان هم داره کار آرشیو سازی رو انجام میده، یعنی داره فایل‌ها رو با یه فرمتی پشت سر هم می‌نویسه و هم داره یه الگوریتم فشرده سازی رو روش اعمال می‌کنه که بتونه حجم این فایل‌ها رو کم بکنه. آرشیو سازی همون به مثال ویندوزیش یه جور همون زیپ کردن فایل‌هاست منهای اعمال کردن الگوریتم فشرده سازی. این میشه آرکایوینگ یا همون آرشیف سازی. حالا برای اینکه این کار انجام بدین ما یه سری آپشن هایی داریم. حالا خود منوال تر برامون یه سری مثال هم زده، مثلا گفته که اگه میخوای یه دونه آرشیف فایل رو کرییت بکنی میتونی از طریق آپشن C مثلا کرییت رو انجام بدی. حالا آپشن F عملا اون فایل تر مقصد هست که جز اون آپشن هاییه که آرگومان ورودی میپذیرن و حتما شما جلوش باید بهش بگین که این فایل کجا ذخیره بشه. از طریق آپشن T شما میتونین ترورس کنین. حالا توی مثال دومش اومده اومده از طریق آپشن TVF داره فایل archive.tar رو ترورس میکنه که به شما نشون بده که توی این آرشیف چه فایل هایی وجود داره، فقط لیست های یا بهتر بگم محتویات یه فایل آرشیف رو میتونیم ببینیم. و توی مثال سومش هم از طریق آپشن X اومده محتویات این آرشیف رو داره اکسترکت میکنه یا بهتر بگم محتویاتش رو داره ازش یه کپی به بیرون استخراج میکنه. آپشن های دیگه هم وجود داره مثلا دش A بزرگ که برای ادغام کردن بین چیز به کار میده، ادغام کردن بین چند آرشیف به کار میده. خب من یه لحظه VMware هم هنگ کرده بود، داشتم نگاه میکردم چجوری میتونم از این مود خارج بکنم. خب اوکی شد، من با دش C میتونم کرییت بکنم، با آپشن دش D میتونم تفاوت ها یا فایل دوتا آرشیف فایل رو بهتر بگم مقایسهش بکنم، با دش دلیت میتونم حذف بکنم، با دش R میتونم یه فایلی رو به انتهای آرشیف اضافه بکنم، دش D همینطور که بالاتر دیدیم میتونیم محتویات یه آرشیف رو ببینیم، با دش دش تست لیبل میتونیم تست ارکایو والیوم لیبل ان اگزیت میتونیم. حالا چیزی که خودش گفته اینه که لیبل یه آرشیف رو تست بکنیم، من تا حالا اینو تست نکردم. دش U میتونیم یه فایل جدیدی رو جایگزین بکنیم با یه فایلی رو که
قبلا وجود داشته در اون آرشیو ما، مثلا یه فایل حمیدی هست حالا با یه محتویاتی، من یه فایل دیگه به اسم مثلا حمید رو با یه محتویات جدیدی جایگزین اون فایل قبلی در اون آرشیو میکنم، از طریق آپشن یو میتونم کار بکنم. داش اکس هم که از حرف کلمه اکستراکت اومده که شما میتونید یه فایل رو از درون آرشیو خارج بکنید. یه سری آپشن های رایج هم داریم که مثلا با داش سی بزرگ شما میتونید دایرکتوریتون رو عوض بکنید، مثلا دارید فایل رو اکستراکت میکنید میخواید مقصدش رو ببرین درون یه جای دیگه قرار بدین. حالا با داش اف هم که قبلا صحبتش کردیم فایل آرشیومون رو معرفی میکنیم و یه سری آپشن های دیگه که حالا مثلا میشه به امکان این که ما حالا آرشیومون رو فشرده سازی هم روش انجام بدیم، مثلا به واسطه ابزار بیزیپ 2 یا مثلا جیزیپ یا مثلا ایکس‌زد رو هم استفاده بکنیم. خب میریم سراغ ابزار تر. من کلید کیو رو زدم و از منوال تر خارج شدم. الان من میخوام بیام فایل هایی که توی این شاخه وجود داره رو آرشیوش بکنم و مثلا توی شاخه myarchive.tar قرار بدم. میام کامند تر رو مینویسم. معذرت میخوام. به واسطه آپشن داش سی میگم create کن. V میگم تو مود verbose باش بهم نشون بده که داری چی کار میکنی و F میگم که توی چه فایلی بنویسم. دقت داشته باشین آپشن F جز آپشنایی که حتما باید جلوش بهش آرگومان ورودی رو بدم. میگم مثلا توی myarchive.tar بیا تمام این فایلی که اینجا وجود داره با کمی ستاره میگم که تمام این فایل ها، یا میتونم اینطوری دستی هم بهش بگم فایل A رو بردار، مثلا فایل C رو بردار با دایرکتوری تست رو، مثلا نمیخوام فایل B توی آرشیوم قرار بگیره. انتر میزنم. خب میبینید که الان فایل A و C و کل محتویات زیرشاخه تست درون این آرشیو من قرار گرفت. الان من اگر LL بزنم میبینید که یه فایلی ساخته شده، حالا با رنگ قرمز داره به من نشون میده به اسم myarchive.tar که یه فایل 10 کیلوبایتی هست. LL-H بزنم، بله میبینید که این فایل آرشیو ساخته شد که فایل هایی که بهش گفتیم درونش قرار گرفته. حالا اگر من میخوام محتویات این آرشیو رو ببینم میتونم از طریق آپشن T traverse بکنم TVF myarchive.tar که به من محتویاتی که درون این آرشیو قرار داره رو نشون میده. خب حالا من میتونم مثلا این myarchive رو از اینجا مثلا بردارم ببرم مثلا چه بدم توی یه USB استوریجی بذارم یا یه جایی کپیش کنم یا مثلا یه جایی آپلودش بکنم که بتونم این فایل آرشیوم رو داشته باشم و بعدا هر موقعی که دلم خواست این محتویات که درون این آرشیو قرار گرفته رو از توش ریستور کنم یا حالا اکستراکتش بکنم. مثلا اینو توی شاخه temp قرار میدم، میام توی شاخه /temp. الان میبینین که شاخه myarchive.tar ساخته شده. مثلا یه شاخه جدید درست میکنم اسمشو میزنم archive، myarchive رو انتقال میدم توی شاخه archive و میرم توی شاخه archive. مثلا الان اینجا من میخوام که فایل فرزن C رو از myarchive extractش کنم. کاری که کافی انجام بدم اینه که بگم dash xvf myarchive.tar بعد بگم فایل سی. اگه فایل سی رو نگم کل محتویاتی که توی این آرشیو هست اکستراکت میشه و همشون همینجا قرار میگیره. حالا من چون فقط میخوام فایل سی از درونش بیاد بیرون میگم سی. الان اینجا LL بزنم شما میبینید که فایل سی که حالا یه فایل سف بایتی بوده حالا از توی این آرشیو اکستراکت شده و اومده بیرون و من میتونم بهش دسترسی داشته باشم. یا ممکنه بخوام بگم که این فایل مثلا A که داخل myarchive هست بره توی یه شاخه دیگه قرار بگیره، مثلا یه شاخه دیگه اینجا درست میکنم اسمشو میذارم output، بعد میام به واسطه
آپشن اکس میگم که این آرشیو اکسترکت بشه، فایل مثلا A بره تو شاخه، به واسطه آپشن داش سی بزرگ میگم بره توی شاخه مثلا آوتپوت قرار بگیره. خب الان اگر اینجا LL بزنم بیام توی شاخه آوتپوت، میبینم که خب من فکر میکنم یه اشتباه اینجا اتفاق افتاده. خب من یه بار از این شاخه میام عقب‌تر، بعد میگم تر xvf my archive، میام توی یه آپشن قبل‌ترش مثلا میگم داش سی بزرگ، بعد میگم بره تو شاخه output مثلا قرار بگیره فایل مثلا a. خب الان اومد اینجا قرار گرفت. به نظر میاد که آپشن سی بزرگ رو باید قبل‌تر از این که فایل مقصد رو بهش بگم، یعنی فایلی که میخوام از توی آرشیوم اکسترکت بکنم، اونجا قبل‌ترش بهش این آپشن رو بدم. خب من این رو RMF میکنم، دو مرتبه میگم مثلا همون آوتپوت هم پاک میکنم، تر سی میگم توی شاخه آوتپوت، بعد میگم xvf my archive tar مثلا فایل A. بله توی آوتپوت الان فایل A قرار گرفت به این صورت. یعنی اینکه میام میگم که کل فایل مثلا اکسترکت بشه، میگم تر مثلا داش سی داخل آوتپوت مثلا xvf کن my archive tar که okay. کل محتوا رو اکسترکت میکنه و درون شاخه آوتپوت قرار میده. الان اگر نگاه بکنم ببینید کل محتویات my archive.tar درون شاخه output قرار گرفت. یا فرضاً بخوام یه فایل دیگه رو بهش اضافه بکنم، مثلا میگم یه فایل درست میکنم اسم readme.txt this is a test. خب خواهم فایل readme رو به my archive هم اضافه کنم از طریق آپشن داش آر که قبلا تو منوال کامند تر دیدیم. میتونم بیام این کار رو انجام بدم، میگم تر کن داش آر وی اف مای آرکایو دات تر که بهش فایل آرشیو هم معرفی میکنم، جلوش بهش فایلی که میخوام توش قرار بگیره رو معرفی میکنم که الان اگر من تر تی وی اف بکنم که بخوام آرشیوم رو ترورس بکنم یا پیمایشش بکنم، میتونم اینجا ببینم که الان فایل readme.txt به این آرشیو اضافه شده. یا مثلا یه فایل رو از توی آرشیوم پاک بکنم، مثلا میگم تر vf، یا به طبعی بگم اول داش داش دیلیت vf مثلا myarchive.tar، بعد فایل مثلا تست یک پاک بشه، مثلا میگم تست یک. خب حالا دوباره تره تی وی اف میکنم از مای آرکایوم، بعد میبینیم که تست اسلش یک که قبلا درون آرشیوم بود تو این سطر میبینیم دقیقا بله همین سطر. اینجا دیگه این فایل دیگه توی آرکایو من وجود نداره، میبینید تو اینجا دیگه تست اسلش بعدش رسیدیم به تست اسلش دو. به این صورت پس من میتونم یک فایل رو هم از درون آرشیوم به واسطه آپشن داش داش دیلیت این کار رو انجام بدم. اگه من تر رو نگاه بکنیم میبینیم که آپشن داش داش دیلیت برای این کار است. حالا این آپشن داش داش دیلیت جزء اون آپشن هاییه که حرف اختصاری براش وجود نداره، ولی مثلا آپشن بالاترش که داش دیه که برای حالا دیفرنشیت گرفتن بین دوتا آرشیف هست که حالا عملا برای مقایسه کردن استفاده میشه، هم میتونه با داش دی انجام بشه، هم میتونه با داش داش دیف انجام بشه، هم میتونه با داش داش کامپر این کار انجام بشه. حالا فرضاً من بخوام همزمان هم
یه فایل رو آرشیف بکنم و همین که بخوام اون فایل رو کامپرس هم بکنم، الگوریتم فشار سازی هم روش اعمال بکنم. دو تا ابزار پیش‌فرض درون خود کامند تر وجود داره، یک ابزار gzip هست و دیگری هم bzip2 که جزء ابزارهای رایج برای فشار سازی توی لینوکس هستن که ما میتونیم استفاده بکنیم از اونها برای اینکه یه فایلی رو فشرده بکنیم. یه کانونشنی هم توی اسم‌گذاری وجود داره، اونم اینه که شما وقتی یه آرشیوی رو با تر درست میکنید، اگر اون آرشیو فقط قراره یه آرشیوی باشه که الگوریتم فشرده سازی روش اعمال نشده باشه، یه پسوند .tr هم بهش اضافه میکنیم. هرچند میدونیم که توی لینوکس پسوندها اهمیتی ندارن و تنها این کار برای اینه که استفاده کننده ای که بعداً میاد از این آرشیو استفاده میکنه بدونه که اگر احیانا نیازه که این آرشیو رو اکسترکت بکنه یا محتواش رو نگاه کنه و اینها، اگر فشرده سازی روش اعمال شده بیاد مثلا با اون ابزار متناظرش مجدداً بخواد دیکامپرسش بکنه. اگر مثلا اون فایل اصلا فشرده سازی روش اتفاق نیفتاده، خب دیگه ازش با آپشن های دیکامپرشنی که وجود داره دیگه سعی نکنه اون فایل رو از حالت فشرده خارجش بکنه. برای همین ما فایل های آرشیوی رو با پسوند .tr نامگذاری میکنیم، فایل هایی رو که آرشیوش هم میکنیم و بعد با الگوریتم gzip کامپرسش میکنیم، پسوند .tr.gz روش میذاریم، و فایل هایی هم که با ابزار bzip2 کامپرس میشن اونها رو با پسوند .tr.bz تو اونها رو نامگذاری میکنیم. فایل های هم که با xz کامپرس میشن رو هم با اسم .tr.xz به عنوان پسوند تو انتهای اون فایل قرار میدیم. حالا من اگر بخوام مثلا فایل شاخه output و readme.txt رو دو مرتبه آرشیوش بکنم و بخوام مثلا با الگوریتم gzip کامپرسش هم بکنم، میام میگم تر مثلا new archive .tr، چون میخوام با gzip مثلا فرمتش هم بکنم کامپرسش بکنم، پسوند .gz رو میذارم، آپشن cvf رو هم بهش میدم. حالا چون میخوام با gzip فشرده سازی بشه، حتما کمی زد رو هم تو این آپشن ها قرار میدم. نکته ای که باید حواستون باشه اینه که این زده رو هر جایی که دوست دارین میتونین بذارین، حالا چه بخواید اول بذارین، چه بعد سی بخواید بذارین، چه بعد وی، منتها بعد اف نمیتونید بذارین، چرا که اف نیاز داره که آپشن اسم فایل رو جلوش بپذیره. اگر میخواید بعد اف بذارین، واقعا باید اینجا مثلا ستش بکنید به این صورت. حالا من میام مثلا همون CZVF رو ست میکنم برای اینکه این رو فشردهش بکنه برام، شاخه آوتپوت رو بهش میدم و فایل readme.txt رو. خب الان میبینید که فایل من extract، فایل من compress شد به اسم newarchive.tar.gz که با فرمت gzip هم این فایل کامپرس شد. حالا من اگه کامند فایل بزنم روی newarchive.tar.gz به من میگه که این یک فایل gzip کامپرس داتا هستش که حالا اگر بخوام مثلا پیمایشش بکنم، اگر تر xvf newarchive بگم، حالا خودش چون پسوند .gz گذاشته بودیم تونست سریع دیتکتش بکنه که این با gzip فرمت شده، ولی عمدتاً حالا تو فرژن های قدیمی تر بعد آپشن زد رو هم ست میکردیم که بهش بگیم که موقعی که میخوای بری این فایل رو چیز بکنی، اکسترکت بکنی، با الگوریتم gzip مثلا بیادی کامپرسش بکن. یا بخوام حالا من اینجا گفتم میخواستم پیمایش بکنم ولی اشتباه ایکس رو زدم و این فایل رو اکسترکت کردم اینجا. اگر من بخوام پیمایش بکنم، یعنی فقط محتواش رو ببینم ولی اکسترکتش نکنم، با آپشن tzvf میام این کار رو میکنم که کلمه زد هم توش وجود داشته باشه که بدونه که اینو باید با gzip دیکامپرسش بکنه.
حالا اگر بخوام همین کار رو با بیزیپ تو این کار رو انجام بدم، اول چک میکنم کامند بیزیپ تو نصب باشه، چون خود کامند تر بعد از اینکه فایل رو آرشیو میکنه خودش به صورت کامند خارجی جیزی و بیزیپ تو رو اجرا میکنه برای اینکه کامپرسش بکنه. حالا چون جیزیپ احتمالا از قبل وجود داشته این کار رو انجام داد، الان جیزیپ داشتش هلپ بزنم، بله این کامند از قبل وجود داره به خاطر همین تونست این کار رو انجام بده، ولی الان اگر من بیزیپ تو بزنم داشتش هلپ، حالا همین تب هم که میزنم کامل نمیشه، معنیش اینه که این کامند نصب نیست و قطعا من اگر آپشن جی بزنم برای کامند ترم به من یه خطایی میده که میگه من موفق نشدم با بیزیپ تو فایل رو کامپرس بکنم. دلیلش هم خود اینکه کامند اکسترنال بیزیپ تو نصب نیست داره. برای اینکه مطمئن بشیم ما یه تستش این کار رو یه تست هم میکنیم، مثلا میگم تر سی وی جی اف، از آپشن جی استفاده کردم برای اینکه به کامند تر بگم که این چیزی رو که میخوای برای من چیز بکنی، میخوای برای من آرشیو بکنی، در انتها این رو با الگوریتم بیزیپ تو هم کامپرس بکن. مثلا میگم مثلا abc.tar.bizet2 و بعد میگم مثلا شاخه آوتپوت رو بگیر کلن آرشیف بکن، و با بیزیپ تو هم از طریق آپشن J میگم که با بیزیپ تو هم کامپرسش بکن، ولی خب بعد به من یه اروری بده و ارورش هم اینه که بیزیپ تو cannot exec، که میگه no such file or directory، که به این معنی هست که نتونسته این فایل رو کامپرس بکنه، ولی فایل رو آرشیوش رو ساخته. منتها میبینیم که اسمش وجود داره ولی محتواش خالیه، 0 بایت کلا. اگر فایل abc.tarbiz2 بزنید بهمون میگه یه فایل empty هست. من اینجا کتش هم بکنم میبینیم که یه فایل محتوای خالی داره. پس من این فایل رو پاک میکنم. این خطا هم به خاطر این پیش اومد چون کامند اکسترنال bizip2 وجود نداره. من چک میکنم لینوکس هم اینترنت داره یا نه. پینگ 4 تا 8. بله من کانکتیویتی آی پی که دارم، ببینم نیم رزولوشن هم انجام میشه یا نه. بله پینگ گوگل دات کام کانکتیویتی دی ان اس هم دارم. پس میام با یام اینستال بیزیپ تو سعی میکنم از طریق اینترنت کامند اکسترنال بیزیپ تو رو نصب بکنم. پکیج رو پیدا کرد. حالا از من میخواد که من کانفرم بکنم که اجازه نصب رو میدم یا نه. بله خب پکیج بیزیپ تو نصب شد. الان من اگر بیزیپ تو بزنم یا تب بزنم میبینید که این کامند الان جا وجود داره و من میتونم ازش استفاده بکنم که ورژن 1.06ش هم دانلود شده که میتونم ازش استفاده بکنم. خب حالا من اگر بیان بگم تر cvjf مثلا abc.tar.bz2 بعد شاخه output، شما میبینید که این فایل بدون هیچ اروری ساخته میشه. من اگر ریترن کد کامند قبلی هم بگیرم میبینید ریترن کد صفره، به معنی که کار با موفقیت انجام شده. ll میزنم abc.tar.bz2 میبینید یه فایل 230 بایتیه که با الگوریتم بیزیپ تو هم عرضم به خدمتتون که کامپرس شده بعد از اینکه آرشیف ساخته شده. خب من با کامند فایل چک میکنم محتویات این فایل رو که میبینید که یک فایل بیزیپ تو کامپرس داتا هستش که اینجا قرار داره. برای اکسترکت کردن هم کافیه که من موقعی که دارم سویچ X رو اضافه میکنم تاش یه داش J رو هم بهش بدم که بدونه که باید با فرمت بیزیپ تو این رو اکسترکت بکنه. خب من مثلا فایل آوتپوت رو پاک میکنم که کل محتویاتش پاک بشه.
بعد مهدی ها رو میکنم output مثلا دوباره از نو و میام xvjf میکنم abc.tar.bz2 که میبینید فایل output مجددا دایرکتوری ساخته شد و محتویاتش هم همینطور به همون صورت در کنارش قرار گرفته. یه نکته ای هم اضافه بکنم در مورد ابزارهای فشرده سازی. ابزارهای فشرده سازی مثل جیزیب و بیزیب تو، کاری که بیزیب تو کاری که میکنن اینه که شما بهش یه تک فایل میدین و اونها برای شما اون فایل رو کامپرس میکنن و بهتون تحویل میدن. یعنی چیزی که اونها به عنوان ورودی از شما میگن یه تک فایله و کاری هم که تر داره میکنه اینه که اون چندین فایلی که بهش دادین رو میگیره و تحت یه قالب فایل آرشیو درست میکنه و اون تک فایل آرشیو رو برای اون کامند ارسال میکنه برای مثلا جیزیب یا بیزیب تو که اونها از اون تک فایل به شما یک فایل فشرده شده با اون الگوریتمی که حالا دارن به شما تحویل میدن. مثلا الان من اگه یه فایل readme.txt دارم، به جای مستقیم همین readme.txt رو عرضم به خدمتتون که با مثلا ابزاری که دارم فشردهش بکنم. مثلا میگم gzip readme.txt. الان اگر نگاه بکنیم میبینیم که فایل readme.txt پاک شده و به جاش خودش اومده فایل readme.txt.gz رو به من تحویل داده که یه فایل فشرده هست. حالا اگر فایل بزنم readme.txt.gz به من میگه یه چیز کامپرس شده. خب اگر بخوام دو مرتبه این رو از فرمت gzip خارجش بکنم، میتونم با کامند gunzip این کار رو انجام بدم، readme.txt.gz، که میبینید که خودش میاد اون فایل readme.txt.gz رو میخونه، اکستراکتش میکنه به اسم readme.txt و فایل readme.txt.gz رو خودش پاک میکنه، که الان میبینید که فایل readme.txt دیکامپرس شده عملا. یه نکته جالبی هم وجود داره و اونم اینه که کامندایی که با gzip کامپرس میشن، مثلا من دو مرتبه همین readme.txt رو کامپرس میکنم، همون کاره قبلی که میکردیم. مثلا فرض بکنید که شما بخواید فایل readme.txt رو که الان با gzip کامپرس شده رو بخواید کتش بکنید، مثلا قطعا اگر اینو الان اینجوری کتش بکنید که اصلا توصیه نمیکنم این کار بکنید، با یه سری مثلا کارکترهای اسپیشیال کارکتر مواجه میشین، چون این الان دیگه اون فرمتش دیگه فرمت اسکی نیستش که ما بتونیم کتش کنیم و راحت بخونیمش. ممکنه حتی با کت کردن این کامند یه سری اسپیشیال کارکتر یا حالا یه سری محتویات باینری توی شل من اجرا بشه که شل من کنترل خودش رو از دست بده. به خودم این هیچ وقت بهتون توصیه نمی کنم که فایلی که فرمتشون فرمت متنی نیست رو توی شلتون کت بکنید. ممکنه یه موقع مثلا یه آرگومان های یه سری کاراکترهای باینری چاپ بشه که مثلا کنترل شلتون رو از دست بدین، بعد مثلا یه کلمه ریبوتی یه وقت توی متن اون فایله باشه، بعد یهو او اس تون ریبوت بشه به همین سادگی، مثلا با کت کردن یه فایلی که محتویات باینری داره. تا وقتی که حالا ما توی فازه تستیم، خب داستان جنبه تست داره شوخیه، خب این کار کردن شده به کسی آسیبی نزنه، ولی وقتی توی محیط سرور هستین باید حواستون باشه که به هیچ وجه این کار رو انجام ندین. الان حالا من چون توی فاز تست هستم میخوام بهتون نشون بدم چه اتفاقی میفته. من این محتوی readme.txt.gz رو اجرا کردم و میبینیم که یه محتوی حالا با اسپیش یا کارکترهای چاپ شد که عملا حالا خیلی هم معنی نداره برای من، چرا که این با الگوریتم gzip کامپرس شده. حالا اگر بخوایم بدونیم که فایل gzipمون رو دیکامپرس بکنیم، بخوایم یه سری کارهای قبلی که انجام میدیم روش انجام بدیم، عمدتا یه سری کامندایی وجود داره که با حرف اول z شروع میشن. حالا تب بزنید میتونید ببینید، مثلا zcat داریم، zdump داریم، zdiff داریم، عرضم به خدمتون zless داریم که همون lessه، یا مثلا zmore داریم که همون کامند more، یا کامند های دیگه ای که حالا شاید مثلا تو طول کلاس هنوز در موردشون صحبت نکردیم.
میتونیم ازشون استفاده بکنیم برای اینکه یه فایل جیزیپ رو دیکامپرس نکنیم بعد بخوایم مثلا کتش بکنیم، یا دیکامپرسش نکنیم بعد بخوایم روش مثلا یه کامندی مثل مثلا گرپ رو انجام بدیم یا مثلا لس روش بزنیم. کافیه که مثلا همون کامند خودمون رو یه حرف اول زد بذاریم، حالا به شرطی که وجود داشته باشه اون کامند، بعد بیایم اون محتوا رو ازش بخوایم. مثلا من به جای اینکه کت بکنم میگم زد کت. چرا؟ چون یه فایل جیزیپه که من دوست دارم خودش ضمنی این مموری بیاد فایل رو دیکامپرس بکنه بدونی که ببره توی فاز ذخیره سازی من اون فایل رو بنویسه، بعد بیاد اون محتوا رو برای من کت بکنه که من کت میکنم و شما میبینید که زد کت دقیقاً همون کار کتی رو انجام داد که روی فایل رید می داد. تکست میزنیم با این تفاوت که به ورودی فایل، به ورودی کامند زد کت یک فایلی رو میفرستیم که با جیزیپ کامپرس شده. خب من همینجا این فصل رو به پایان میرسونم، ادامه بحث رو در فصل آینده خواهیم داشت.